سلام بچه ها، چطورین؟ لانگ تایم نو سی. خیلی وقت که ویدیو نذاشته بودم و خیلی سرم شلوغ بود، بی نهایت سرم شلوغ بود و امروز هم وسط کار اداریم دارم براتون ویدیو میگیرم. اومده بودم کارتم رو بگیرم، در واقع دارم از گشنگی تلف میشم و میخوام نزدیکترین فست فود یک برگر کینگ یه جایی برم غذا بخورم، بعدش برم توی پارک بشینم و اون ویدیویی که قولش رو بهتون داده بودم رو براتون ضبط کنم. خب بچه، اومدم یه مرکز خرید که اینجا برگر کینگ داشت، فکر میکنم باید برم بالا، فکر کنم به پارک نرم چون خیلی گرمه بیرون، شاید همینجا در حین خوردن ماک بنگ بگیریم. نمیدونم اینجا فیلم برداری میشه کرد از محیطی یا نه و نمیخوام مثل دفعه قبلیشه. آخ جون، برگر کینگ. خب من با موفقیت غذامو خوردم و حالا میخوام من واقعا سر اصل مسئله. موضوعی که خیلی مهمه که همه اینو بدونن، چون که معمولا کسایی که مهاجرت میکنن این حرفا رو نمیزنن، حالا از روی رو درواسی یا از روی هر چی، یه سری چیزایی هستش که واقعا باید رعایت کنید و این خیلی مهمه که اون کسی که مهاجرت میکنه خب حس خوبی داشته باشه. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که آدمی که مهاجرت میکنه معمولا توی جای مقصد، جایی که مقصدش هست، در واقع آشنا دوست نداره، خب، و خیلی تنهاست و شاید شما ازش دور باشین، اما همون ساپورتتون از راه دور میتونه کلی به اون آدم انرژی بده، حس خوبی بده، چه خانواده، چه دوست، چه فامیل، اگر که روابط نزدیکی داشتین، اینا خیلی حس خوبی به آدم میده. یعنی فرض نکنید کسی که مهاجرت کرده دیگه مرده، یعنی دیگه نباید باش صحبت کرد یا باید باش کمتر صحبت کرد، همچین چیزی نیستش واقعا. و من خودم اوایل خیلی دلم میخواست که با دوستای ایرانم بیشتر در ارتباط باشم، چون اینجا هیچ دوستی نداشتم، هیچ کس رو نمیشناختم و خیلی حس تنهایی میکردم. دوست داشتم با یه نفر صحبت کنم که بفهم منو، ولی خب همچین کسی رو اینجا نداشتم و دوستای ایرانم خصوصا یکیشون خیلی توی این موضوع منو ساپورت کرد و خیلی باعث شد که اینجا حال من بهتر بشه. موضوع دوم اینه که چند ماه اول وقتی آدم مهاجرت میکنه خیلی سرش شلوغه، چون که باید دنبال خونه بگرده، دنبال نمیدونم کارهای اداریش مربوط به ویزاش، اقامتش اینا بره، باید جا بیفته، یه سری چیزا رو باید یاد بگیره، سیم کارت بگیره، نمیدونم کارت حمل و نقل بگیره و از این کارا، و سرش واقعا شلوغه و شما نباید این انتظار رو داشته باشین که این آدم از وقتی رسید اونجا هر روز با شما تماس داشته باشه. بعد این خیلی اذیت کننده است که بعضیا میگن که آره طرف دیگه مهاجرت کرد، دیگه رفت، دیگه میشه تو آسمونا پیداش کرد. نه، واقعا مشکل این نیست که آدم میگه خب من مهاجرت کردم دیگه بقیه رو تحویل نمیگیرم. موضوع اینه که سر شلوغ میشه یهو حجم زیادی کار میریزه رو دستت که باید تنهایی از پسشون بر بیای و این سخته، واقعا سخته. موضوع بعدی که خیلی مهمه و این اعصاب خرد کنه واقعا اینه که کسی که توی ایرانن هی میان از کسی که مهاجرت کرده، حالا من در کیس خودم، ازم میپرسیدن که اونجا موز کیلو چنده، گوجه کیلو چنده، نمیدونم شیر پاکتی چنده. بابا چرا همش اینو ازم میپرسین که بعد تبدیل کنی به ریال ببینی چقدر گرون در میاد؟ من دارم اینجا زندگی میکنم، تو چرا اون وقت قصدشو میخوری؟ بعد نمیدونم اونجا خونه چنده، زمین چنده. من نمیدونم، من اینجا دانشجوام، چرا من باید اینا رو بدونم؟
یعنی بعضی ها یه سوالایی میپرسن که آدم دلش میخواد سر بذاره به بیابون بره خودشو زیر شنای بیابون قایم کنه. به خدا آقا به من پیام داده که من اگر بیام تو مادرید مغازه بزنم میگیره. خب من نمیدونم، به خدا من نمیدونم، من فقط اینجا دانشجوام. یا آقا اومده پرسیده اونجا نونوایی بزنیم میگیره؟ ازم قیمت ملک میپرسن، قیمت زمین میپرسن. یعنی فکر میکنن کسی که توی اون کشور باشه دیگه راجع به همه چیزش اطلاعات داره. نه عزیز من، من نه مشاور املاکم، نه تاجرم که بدونم قیمت این چنده، قیمت اون چنده. بعضا ازم میپرسن از ایران چی بیاریم اونجا بفروشیم که سود کنیم. بسه، تو رو خدا نکنی این کارا رو. بعد میدونید بعدیش اینه که وقتی میان ازت قیمت میپرسن، خب مثلا میگه که، مثلا میگم حسن شاید اوائل واسه راجب خانواده این موضوع پیش بیاد، راجب دوستا این موضوع پیش بیاد، میری یه لباس میخری، یه لباس عادی مارک هم نه، یه لباس میگیری 20 یورو. بعد طرف میاد میگه تو 600 هزار تومن رفتی پول لباس دادی. بابا عزیز من، اینجا پول یوروه، همه یورو خرج میکنن، یورو در میارن، درآمدا به یوروه، برای شما گرون در میاد درسته، ولی برای کسی که اینجا زندگی میکنه و درآمد یورویی داره اینجا، 20 یورو عددی نیستش واقعا برای اینکه بخوای بری حالا یه لباس خیلی خوشگل واسه خودت بگیری که دوستش داشته باشی. هی این تبدیل یورو به ریال آدمو دیوونه میکنه، هی همه تبدیل میکنن. یا مثلا میگه آره اونجا اتاق چند اجاره است؟ مثلا میگه، مثلا میگم 350 یورو. باز میشینه تبدیل میکنه، وای تو 10 میلیون داری اجاره ماهیانه میدی به یه اتاق. بابا just come on stop it. اینا خیلی اذیت میکنه آدم، واقعا میگم خیلی رو مخه اینجور رفتارا. مورد بعدی آدمایی هن که وقتی مهاجرت میکنیم یه جورایی دیدشون و نظرشون نسبت به تو عوض میشه، حالا یا در جهت منفی یا در جهت مثبت. ولی باور کنین کسی که مهاجرت میکنه همون آدم قبلیه، فقط جای زندگیش رو عوض کرده چون خواسته پیشرفت کنه، چون به هر هزار به هزاران دلیل شخصی تصمیم گرفته که مهاجرت کنه. و این به این معنی نیستش که اون آدم بدیه یا آدم خوبیه. و مثلا یه سری ها هستن یهو خیلی باهات خوب میشن و من نمیدونم چرا، چون دوست دارن که بگن آره ما یک دوستی داریم که مثلا خارج از کشور زندگی میکنه و این واسه شون یه جور کلاس محسوب میشه. یا مثلا میان پشت سر آدم بد میگن، میگن اون از همون اول نمیدونم قرصی بود، همچین چیزایی که دیگه خودتون بهتر از من میدونین. موضوع بعدی اینه که وقتی یه نفر مهاجرت میکنه به این معنی نیست که وطن فروشه یا نمیدونم کشورش رو دوست نداشته، مردمش رو دوست نداشته و رفته. چون یه سری هستن بهم پیام میدن و میگن که آره نمیدونم شما همتون رفتین که الان مثلا ایران وضعش این شده، بعد میموندین کشور رو میساختین. و جوابی که به اون دادم رو به شما هم اینجا میدم که شما هیچ وقت لطفاً این حرف رو به کسی که مهاجرت کرده نزنید. برای این که آدم بتونه کمک کنه به رشد کشورش و رشد جامعهش، چه از نظر فرهنگی چه از هر لحاظی، هیچ نیازی به حضور فیزیکی نیستش. یعنی خیلی ها هستن خارج از کشور زندگی میکنن و کمک های مالی میکنن به خیریه های ایران، به جاهای مناطق محروم ایران کمک میکنن. کسی اینا رو نمیبینه، نمیگن که آره طرف مثلا خارج از کشوره ولی دمش گرم، بازم فکر ایران هست، فکر مردمش هست. میدونی چی میگم؟ یعنی نیاز نیست برای این که تو در سهم خودت کمک کنی در قالب یک ایرانی یا هر کس دیگه ای، لازم نیست حضور داشته باشی اونجا، چون به هزاران روش مختلف میشه کمک کرد، میشه به فکر بود. چون الان دیگه عصر عصر ارتباطات، 99% کارهایی که میخوایم انجام بدیم دیگه واقعا نیاز به حضور فیزیکی ندارن، به اون صورت از راه دور خیلی کار رو میشه انجام داد.
حتما خودتون هم توی یوتیوبرهای مختلف دیدین که اصلا خودشون خارج از ایران زندگی میکنن ولی پول جمع میکنن و تو ایران کمک میکنن. خب اینا همشون یه نوع کمکه، فرق نمیکنه تو ایران باشی یا خارج از ایران باشی. پس لطفاً کسی که مهاجرت کرده رو به عنوان یک خائن یا نمیدونم وطن فروش نشناسید لطفاً. و موضوع آخر، چون ویدیو فکر میکنم خیلی داره طولانی میشه، اینه که کسی که هنوز مهاجرت نکرده، خب از جمله خودم قبل از مهاجرت، آدم ها این تصور رو دارن که کسی که مهاجرت میکنه بیغمترین و بیمشکلترین و بیدغدغترین آدم جهانه، ولی اصلا اینطور نیست. یعنی تصورتون این نباشه مثلا یک کسی که دانشجوی پا میشه میاد یه کشور دیگه، هر شب تو دیسکو ها داره خوشگذرونی میکنه، نمیدونم میره این بار اون بار مهمونی های مختلف، میره لب دریا تو جنگل فلان اینا. اگر کسی واقعا به قصد درس اومده باشه اینجا، به یک هدفی اومده باشه، اصلا وقت این کارا رو نداره. چون معمولا دانشجوها میان اینجا کار میکنن، چون با توجه به شرایط الان اصلا امکان پذیر نیست بخواد خانواده از ایران ساپورت کنه شما رو. دومن درس میخونن، سومن کارهای شخصیشون رو همش خودشون باید انجام بدن و اصلا وقتی برای تفریح نمیمونه. یعنی عملا حتی تا چند سال اول آدم یک زندگی کاملا روباتیک رو تجربه میکنه که تو فقط باید خودت رو زنده نگه داری. میدونی چی میگم؟ واقعا اینجوریه و حرسم میگیره از کسایی که فکر میکنن من اینجا دیگه هیچ مشکلی ندارم و میگن آره تو که از ایران رفتی دیگه هیچ دغدغه ای نداری. کی گفته؟ من فقط مدل دغدغه‌ام عوض شده، شکل مشکلات من عوض شده، ولی همونقدر که شما مشکل دارین، منم به نوع دیگه ای با توجه به صبر و تحمل خودم مشکل دارم اینجا. پس لطفاً از این دید نگاه نکنید و سعی کنید درک کنید کسی که اولا دور از خانواده است، دور از جامعه است، جامعه خودش منظورم. ببینید اینجا زندگی از این بابتی یهو سخت میشه، خصوصاً سالای اول. در کیس خودم میگم که ملموس‌تر باشه، من وقتی که اومدم اینجا یورو 12,000 تومان بود و طبق محاسباتم و حساب کتابایی که کرده بودم تا 2 سال اصلا نیاز نبود من به فکر کار کردن باشم اینجا، حداقل 2 سال. یعنی میتونستم هزینه تحصیلم رو داشته باشم، هزینه خورد و خوراک و خونه و همه چیز رو داشته باشم، ولی یهو قیمتش چند شد و این باعث شد که من کمتر، یعنی زودتر از 1 سال به فکر این باشم که کار کنم. که خب من از همون اولی که اومدم، چون که من همه کارهای ویزام رو خودم انجام داده بودم و خیلی اطلاعات کسب کرده بودم توی زمینه های کالج و رشته های پزشکی و دندان و این چیزا، سعی کردم مشاوره بدم، که البته خب اون درمانش اصلا برام زیاد نیست، چون به هر حال پولی که من میگیرم ریاله و هر چقدر نمیتونم خیلی زیادم بگیرم، چون به هر حال میدونم وضعیت اقتصادی خیلی خوب نیست تو ایران و نمیتونم مثلا به یورو بگیرم پولو و اون خیلی چیزی رو نمیگیره، بیشتر قصدم کمکه واقعا توی زمینه مشاوره. ولی به هر حال کارهای دیگه هم اینجا کردم که برای مثال بخوام بهتون بگم که بدونین اینجا شرایط چطوریه. من تا حالا اینجا تبلیغ پخش کردم برای رستوران، رفتم دونه به دونه در خونه ها رو زدم که در خونه ها رو باز کنن، من برم توی صندوقای پستیشون تبلیغ بندازم از این کاغذای چی میگن بهش؟ نمیدونم اسمش چیه. همین تبلیغات ها رو مینداختم توی صندوقاشون و خیلی هم کم پول میگرفتم. وضعیت ببینین اینجوریه، یعنی اون تفکر فانتزی که میگی آره طرف مهاجرت کرده و اینا رو بریزین دور. این شامل کسایی میشه که خانواده های میلیاردر دارن و اینجا میلیارد میلیارد با خودشون پول میارن و فقط خرج میکنن. یعنی نه دغدغه درسشون رو دارن، نه دغدغه پول و کار و زندگی و اینا رو دارن.
میدونی چی میگم؟ یعنی اون تفکر فانتزی مال اون دسته آدم هاست که خانواده تا آخر عمر ساپورت میکنن، خانواده تریلیاردرن و نمونه هاشو خودتون دیدین، فراوون هم دیدین. خب اونا بله عشق و حال میکنن، ولی واقعا فکر کردین کسایی که مهاجرت میکنن خصوصا تو قشر دانشجو همه میلیاردر بودن که مثلا مهاجرت کردن؟ اینجا خیلی از دانشجوها هستن تن به کارایی میدن که آدم میمونه واقعا برای اینکه بتونن خرج زندگیشون در بیارن که اینجا بمونن، درسشون رو ادامه بدن. شما از دور اینا رو نمیبینین و اون تصور ناز خوشگلی که آدم تو فیلم ها میبینه رو دارین که آره طرف ناز میره دانشگاه، بر میگرده، غذاهای خوب میخوره. نه عزیز من، اصلا اینا همش تو رویاست. یعنی اگر هنوزم مهاجرت نکردی و قصد مهاجرت داری، اون تصورات ناز و رویایی و قشنگ تو همین الان خاک کن و دیگه بهشون فکر نکن، چون اصلا اونطوری نیست. واسه همین اینا خواهشایی که من ازتون دارم که اینا رو واقعا رعایت کنید. و یه موضوع دیگه هم بگم به عنوان آخرین موضوع راجع به خانواده هاست. خانواده بچهش رو میفرسته اینجا و ازش انتظارات بیجا داره. اینکه مثلا میگم خانم اینجا اومده، معدلش همیشه توی دوره دبیرستان دانشگاه بالای 19 بوده، جزو شاگردای اول بوده، بعد خانواده ایشون رو میفرستن اینجا و همون انتظارات رو دوباره ازش دارن. یعنی انتظارات نمرات بسیار بالا ازش دارن، انتظار دارن که طرف هم کار کنه، هم درس بخونه، هم به خودش برسه، هم ورزش کنه، هم روحیش خوب باشه. من تا حالا همچین کسی رو ندیدم بتونه همه اینا رو با هم کنترل کنه و خصوصا کسایی که اوایل میان اینجا واقعا سخته. بعد شما فرض کن مثلا میگم من زیستو ایران 2 ساعت میخوندم میرفتم ایران یه نمره خوب میگرفتم، میرفتم امتحان میدادم یه نمره خیلی خوب میگرفتم، اینجا یک صفحه زیستو به زبان اسپانیایی میخوای بخونی یک صفحهش 1 ساعت طول میکشه. خب معلومه شما دیگه نمیتونی اون نمره های سابق رو بیاری. یعنی شاید همون دانش آموز نمونه ایران نتونه اینجا نمرات بالا بیاره و این به این دلیل نیست که اون داره اینجا عشق و حال میکنه، نه، چون سخت شده زندگی. یعنی یه سری مسئولیت هایی رو دوشش افتاده که تو ایران اصلا به اونا دغدغش نبود. یعنی دغدغه پول و نمیدونم یادگیری زبان و ارتباطات و اینا رو نداشت، چون همه چی فراهم بود، فقط لازم بود درس بخونه. ولی اومده اینجا تنها داره خودش رو نگه میداره، داره از پس خودش برمیاد کم کم. یه مقداری باید اون انتظارات رو خانواده ها بیارن پایین تر، اونقدر هندی فکر نکنن، چون آدم میاد اینجا روحیش به هم میریزه، هزاران کار داره که باید انجام بده، میدونی چی میگم، و طول میکشه، میدونین طول میکشه. اینا رو از من بشنوید لطفاً و جدی بگیریدش. ببخشید اگر این ویدیو طولانی شد یا سرصدا بود، خیلی صدای من بلند نیست اینجا، با اینکه اینجا دارم بلند صحبت میکنم، ولی به هر حال دور و بر سرصدا، از این بابت ازتون معذرت میخوام. و اینکه سعی میکنم هر دوشنبه ها براتون ویدیو آپلود کنم، با وجود اینکه خیلی سرم شلوغه اما حتما این کار رو میکنم. توی اینستاگرام هم میتونید من رو دنبال کنید که لینکش رو براتون این بالا میذارم، @spain_with_romina. میتونید اونجا من رو دنبال کنید و اگر که دوست دارین که با من مشاوره تلفنی داشته باشید، میتونید توی اینستاگرام به من پیام بدید و با هم صحبت کنید. در آخر بگم که یادتون نره حتما به کانالم سابسکرایب کنید لطفاً و برام کامنت معنیدار بذارید و اگه نظری دارین یا کلاً دوست دارین با هم صحبت کنین توی کامنت ها برام بنویسین، چون من همه کامنت ها رو جواب میدم. و اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین و یادتونم نره که اگه تجربه داشتین توی این زمینه حتما با من به اشتراک بذارید تا یه ویدیو واسهش بعداً درست کنم، پارت دوم که تجربیات شما رو توش برای بقیه بگم. مرسی، فعلا خدافظ.